فرید جان عزیزم، من که مشکلی ندارم، رنا هم فکر کنم از خداش باشه بیاد بریم. آقا یه روز دیگه صبح بریم، آخر شب برمیگردیم. ببین مهدی و خانومش هم میان، میشیم دو تا ماشین. این نفر رو لطفاً دیگه نپیچون امیر. آقا نپیچون چی؟ من که شما رو پیچوندم، اصلا جمعه هم هست. خوبیش اینه که کتاب فروشی به اساس من کار ندارم. رنا هم فکر کنم که آی یه ساعت دارم میگم نخور، دل پیچه میگیری دیگه. چته؟ چی شد امیر؟ هیچی بابا، رنا با چاقو زد تو دستم. با چاقو زدت؟ داداش میگم میخوای کنسل کنیم مثلا آقا تا قرار سوانی خانومت. نه بابا کنسل کنیم چیه؟ تو هم کنسل کنیم کنسل کنیم. نه بابا بنده خدا خطری برای کسی نداره. منظور چی آقا امیر؟ من هیچی نگفتم، یعنی ادبیات هم ذره زشته، چیزی تو دلم نیست. الو فرید جان. امیر حالت خوبه داداش؟ الو الو داری صدامو؟ من خوبم، فقط میگم شما هماهنگ کن که این ساعتش و اینا رو به ما خبر بدی. باشه، ما چون داشتیم شوخی میکردیم با هم. داداش میگم شما اول زندگیتون رو سعی کنید این شوخی ها نکنید، شوخیاتون رو کنترل کنید دیگه. قربون دهنت، ممنونم از نصیحتت. شما فقط ساعت رو به من اطلاع بده، همین. خداحافظ. ببین ای خانم داد رنا، رنا ناراحت شدی؟ بله ناراحت شدم. خب معذرت میخوام رنا خانم. رنا خانومه؟ شبی دایی شهابت گفتی خانوم من. خب آدم به هر حال یه سری چیزاش رو داییش میره دیگه، طبیعیه. چیاش؟ اگه منظورت معقوله ازدواج دایی جانه، که تو اون مورد من الگوم اصلا آقا جلال و بابا من. مطمئن؟ خیالتون راحت. خیالم راحت شد. میگم که آقا امیان دوستتون چی میگفت این مفتی باشه و اینا؟ آها فرید، فرید هیچی، میگفتش که ما با بچه ها با خانوماشون میخوایم بریم دوره هم بشیم، شما و رعنا هم بیایید که بریم یه باقیه توی کرج، صبح بریم شب برگردیم. شما هم قبول کردی پیشنهادشو؟ بله دیگه. چه کار خوبی کردی پیشنهادشو قبول کردی، خیلی خوش میگذره. آره آقا امیر، این میشه اولین سفر زندگی مشترک بود. به به. بله بله. فقط یه چیزی میگم، ما که ماشین نداریم از خودمون. ببین من داشتم تلفنی حرف میزدم، به همین اتفاقا فکر کردم، تصمیم گرفتم برم با مامان صحبت کنم، ماشینشو امانت بگیرم، شبم بهش پس بدم. به به، خیلی خوش میگذره. آقا همه گوجه مثل شستم. باش چشم. با چاقو نزن. خیلی هم لط و پار داری اول زندگی خورد میکنی رنا. خیلی هم خوبه. خب خوشگل دیگه، نگاه کن مامانم الان بیاد اینا رو ببینه. باشه یه چیز من جان، امتحان چش پزشکی نیست که. خب یه چیزی بزنید. آقا یه ذره بده سمت چپ، با منم جره بس نکن. چپ من یا چپ خودتون؟ راست. راست یا چپ بالاخره؟ بیا اصلا خودت نگاه کن ببین چیکار کردی. خب یه نگاه کن دیگه. چیکار کردم؟ ببین. صافه دیگه، از اینجا هم صافه. این الان صافه؟ آره صافه. صافه دیگه، صافه. صافه واقعا. صافه دیگه. بابا جان ببخشید راستی. من اشکال نداره ماشین رو جمعه ازتون بگیرم برم و برگردم؟ از نظر من که مشکلی نی. ممنونم، متشکرم. میدونستم پدر خوشقلبی مثل شما هیچ وقت دست رد به سینه پسرش نمیزنه. پس جون نه دیگه. چی دست رد؟ من از نظر من مشکلی نیست، ولی نمیتونی. من نمیگید مشکلی نیست. آقا چرا داری بازم نمیفهمی؟ از نظر من مشکلی نیست، ولی از نظر ماشین مشکلیه. از نظر ماشین مشکلیه چی؟ صبح ماشینو بردم تعمیرگاه، شنبه بعد از ظهر تحویل میده. بابا جان یک ساعت من دارم تابلو نصب میکنم، شما نمیتونی اینو به من بگی؟ یعنی شما به خاطر ماشین وایسادی کمک بابا تابلو زدی؟ یعنی اینه اون همه زحمتایی که من برای تو کشیدم؟ اینه شبا تا صبح نشستم به جای تو شعر حفظ کردم؟ اینه دود؟ یعنی ببین دو ثانیه شد پدر و مادر رو فروختی به همسرت؟ بابا جان چرا تراژدیش میکنی؟ من کجا فروختم؟ من نوکرتم اصلا، تابلو رو میزنم. بیا برو انقدر پیر و فرتود نشدم که تو بخوای کار من انجام بدی. من گفتم شما پیر و فرتود شدی. میدونی استاد چی میگه؟ چی میگه؟ میگه کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشته. بابا جان اینو استاد نگفته، یه زرمثل قدیمی عزیزم. آقا هر کی گفته بفرما شما. نه بفرما دیرت میشه. نمیخواد آقا برو به همسر دل نمیخواد. ناراحت میشی خیلی من... بفرما همین میخواستی. من کم کار داشتم، یه کار دیگه هم گذاشت. آقا برو، نمیخوام. برو به کارت برس، برو به همسرت برس، برو زن ذلیل، برو یه ذره اقتدار از پدرت یاد بگیر. جذابه و میتونه
برای مردم اون منطقه فواید مادی و معنوی زیادی در بر داشته باشه. ژئوپارک ها مناطق حفاظت شده ای هستند که بسیاری از کشورها آرزوی داشتن. بله. میگن تو این منطقه کرکودول داره گوسفندا رو میدره. کرکودول؟ آره دیگه. کرکودول چی؟ پاک کوتاهه. پوزش درازه. کروکودیل رو میگید نه؟ یعنی من اشتباه گفتم. نه دیگه کرکودوله. ما اشتباه میگیم. دایی جان میگم که راست میگن که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ها. جانتون بیبلا، یعنی کنه مطلبم اینه که حقیقتا آدم تو سفر بزرگ میشه، تو سفر آدم خیلی چیزا متوجه میشه، اصلا تو سفر به یه بلوغی میرسه. بله، که واقعا بله، آدم تو خونه نمیشه. باری کلدا خوشم اومد. باری کلدا. اصلا آقا امیر این پختگی و تجربه دایی جونم بیشترش به خاطر همین زیاد سفر کردنشونه. بله مشخصه، مشخصه. بینم شما تو کلتون چی میگذره؟ آسمون ریسمون میبافیم روک و پوزگرمه بگونم چی میخوای بگی مجسیمون نکنی ها. الان عرض میکنم خدمتون در رزاست. ببینید دایی جان، منو رعنا خانوم خانوم به جده بگم اونجا رو ترک کردم بدون اینکه. خب شما و رعنا خانوم تا اینجاش که خب واضح بود. منو رعنا خانوم بریم اما نفهمیدم. خیلی واضح گفتم. میخوایم بریم سفر. چرا اینو بابا حرف میزنی؟ واضح بگویم چی میگی؟ میخوایم بریم سفر. نشنیدم. دایی سفر سفر که نه، یعنی کلن یه صبح تا شب ده. با دوستای آقا دوستاش. نه با خانواده هاشون همین اطراف تهران نزدیکی ها. آقا قدرت میگه خانواده، نه از این خانواده معمولی ها، خانواده متدین با فرهنگ همه انتشاراتی، یعنی خانواده های درست درمونی که همه با زناشون دارن میان که بریم دیگه. دایی جون من به آقا امیر گفتم که اختیار داره، من دایی قدرته، اگه دایی قدرت اجازه نده من پامو از در این خونه بیرون نمیگذارم. خلا به پاتو میشکنم بختم. نه درستش هم همینه اصلا. که چی؟ که از شما اجازه بگیره دیگه، منظورم این بود. باریکلا آفرینی حالا شو. بینم حالا یه روزه کجا میخوایم بریم؟ همین بقا خودون بقا کرج کرج. تا وردآورد خوبه؟ نه کرج خوبه، اتفاقا من جوونی ها میرفتم سد کرج تفرج، از این سر تا اون سر ویراب میرفتم. دیدی آقا امیر من میدونستم دایی به خاطر من نه نمیگه. ممنون. بله مشخصی که اصلا اینشون آدم با کمالاتیه. فقط آقا قدرت ببخشید. آقا قدرت جونم بگو میشنفم. من یه نکته ریزی دارم که میخوام ارائه کنم، ببخشید. اتفاقا منم یه نکته ریز دارم که باز ارائه کنم. خب شما بفرمایید اول، چون بزرگترید احترامتون واجبه. نه شما بگو، مزدش هم به این میره. بگو. ببین آقا قدرت، من کلن دوتا نکته داشتم که یکیشو گفتم که میخواستم برم سفر با رعنا خانوم، دومیش این بود که اگر اجازه بدید من با سالارتون برم سفر. حالا چرا؟ به خاطر اینکه سالار بابا اینا خرابه، تو تعمیرگاهه، ما گفتیم مزاحم سالار شماش. سالار بابات که همیشه تو تعمیرگاهه. بله. ماشین نیست که، اون چیه قیداغ لکنته. بله. البته نکته من بفرد. نکته اول که فقط سالار مال منه، ماشین منو میگن سالار، ماشین بابات لکنته است. بله. دویوم سالار به هر کسی رکاب نمیده آق پسر. سیوم این که خودم با تو میام. حالیش آره میشین این جلو منو، تو امیرم میشین اون پشت. دایی قدرت میگم یعنی خودتونم همراه ما میایین اونجا سفر؟ آره دیگه خوش میگذره. حسن آقا قدرت، اولا که من اون پشت سردم میشه، ثانیا این که ما راضی به زحمت شما نیستیم. اولا دیش که پتو میدم به دویومندش، رعنا امانت آقا جلاله، امانت آبجی خدا بیامردمه، نمیتونم همینجوری بلش کنم بره مسافرت. مخلص کلوم خودم باهاتون میام، کلی هم کیف میکنیم، گل میگیم و گل میشنفیم. دست شما بیبلا، انشالا بری که هر بلا. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، امید آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون نبینم از ای لبخندی از ای.
91 به جناب سروان، ننمیز خوربونه اون ماست ماسکت ماشین شماست؟ سالار کوچیک شماست، مال شما زیر پای ماست. مدارک لطفا. مخلصیم خدمت شما، پاک پاک جناب سروان، سفید سفید، ال خلاف و اینا نیستیم. ماشین اعمال قانون میشه، میره پارکینگ. ما خودمون یه هم همه اعمال قانون میکردیم. چیزی فرمودی؟ عرض کردم اگه ممکنه ما رو ببخشید ندید بگیرید. زیر تابلو حمل و جرثقیل وایسادی. ماین فنیت هم که تموم شده. ای بابا بیمه هم که یه هفته است نداری. چه بخششی آقا؟ حقیقتش ما مسافریم، اگه ممکنه ما رو ندید بگیرید یه حالی به ما بدید. بزرگوار متوجه صحبت های من نیستی، میگم بیمه نامه نداری، ماین فنی نداری. عوض چشم انتظار دارم قربونت برم، باز خار زدم و شوورش ببرم کرج، جوونم باز مراقبشون باشم. به سلامتی. قربون شما، دست شما درد نکنه. کجا آقا؟ ماشین میره پارکینگ. جناب سروان نمیشه یه جوری با هم کنار بیای؟ نشنیده میگیرم، ماشین میره پارکینگ. ببخشید اما سالار من بدون من هیچ جا نمیری، به من میگن قدرت آرمسترانگ. ای بابا تو نمیری موف موف سالار ما رو بردم. الان من میزون بچه چی کار میکنه، کجاست، کی سوارشه، قصه میخوره. من ماندم تنهای تنها، تنها میان سیل غم ها، سیل غم ها. حبیبه الو امیر، بچه گوش کن ببین چی میگم. با اتوبوس میریم، بپس یه تا بلیط بگیر. یعنی چی اتوبوس نداره کرج؟ مترو چیه بابا؟ من از مترو میترسم. بپس یه تا بلیط بگیر بینم. ای بابا به درد هیچ کاری نمیخوره. ببینید دایی جا، من میگم رعنا زن من هست یا نه؟ من ولی حق ندارم حتی الان باهاش تا کرج برم یه روز. آره آره راست میگه. یعنی چی؟ به محض جاری شدن صیغه عقد شرعاً و قانوناً این حق برای شما محفوظه. قربون دهنت، ولی من الان این حقو ندارم. آره آره راست میگه. یعنی چی این حقو ندارم؟ یک کله بزن تو صورت یارو بگو این زن حق منه، سهم منه، مال منه، میخوام ببرمش سفر، میخوام ببرمش تا کرج ولو به غلط. دایی جان این یارو که داره میگه آقا قدرت ها، هر کسی نیست. آها خب کله رو یکم آرومتر بزن. نه آره آره راست میگه. رنا شما میشه انقدر هی تایید نکنی یه حداقل راه حل پیش پامون بذاری؟ آره راست میگی. رنا نه آخه آقا امیر نگاه کن، من عادت ندارم تو بحثی که به من ربطی نداره دخالت کنم. الان فقط خواستم شما رو همراهی کنم. جسارتاً تو این مورد همدلی از همزمونی خیلی بهتره. ما اومدیم اینجا پیش دایی به خاطر اینکه 4 تا پیرم بیشتر از ما تو زندگی مشترک پاره کرده. درسته دایی؟ یه راه حلی پیش پامون بذاری. احسنتم. الان اگه بابا جلالم اینجا بود میدونی چی میگفت؟ چرت و پرت. دایی؟ نه. میگفت بگو قدر چمن را بلبل افسرده میداند. میگم جلال چرت و پرت. دایی. میگم رنا خانم، یعنی منظورت اینه که آقا قدرت افسرده است؟ بله. نه بابا چی افسرده است؟ آقا قدرت از همه ما سرحال‌تره. مشکل جای دیگه است. مشکل کجاست امیر جان؟ درست میگه رنا خانوم، قدرت افسرده است، ناامیده، برای همین به شما گیر میده. فقط کافیه امیر یکم سرگرم بشه. دایی جان مگه آقا قدرت بچه 5 سال است؟ عروسک بدیم دستش سرگرم بشه. عروسک نه، عروس. یعنی براش زن بگیریم؟ بله. چه اشکالی داره دایی قدرت به اون قد و بالای رعنا، به اون خوبی؟ قربونش برم، اونم دل داره دیگه. دل داره ولی ظاهرش خیلی خشنه، کسی باش همخونه نمیشه. ولی خب راست میگه امیر جان، بالاخره آقا قدرت دیگه دل داره. منم با ازدواج کاملا موافقم. شما که سوابق درخشانتون نشون میده که کاملا با ازدواج موافقید دایی جان، ولی با میگم چجوری برای آقا قدرت یه عروسی پیدا کنیم؟ ببین آقا امیر، یه راهی براش پیدا میکنیم، یعنی مجبوریم که پیدا کنیم، یعنی باید پیدا کنیم. چشم بالاخره یه راهی پیدا میشه ولو به غلط. بله بیام چشم. آفرین. دایی یه دونه؟ نه دیگه به درد خب ظرف تخمه گذاشته جلو خودتون بکشید. ممنون. برنو خورم. برنو خورم. یا حالا بابا جون قربون شنگه تو برم، شدنی نیست، شدنی نیست دیگه. چرا شدنی نیست؟ نمیدونی دیگه،
من اگه بیلزن بودم باغچه خودم رو بیل میزدم. بیل میزدم دیگه. بابا هوشنگ خواه، به نظرم شما هم زیادی داری سخت میگیری. باید یه رای باشه بتونیم به این قدرت خان زن بدیم دیگه. نه رای نیست، رای نیست دیگه. چرا؟ قدرت زن بگیر نیست. ای بابا. اون از قید و بند دنیا رهاست. اینه یه اسب وحشی میمونه. الان داره به تاخت میره. و وقت شما میخوای یورتمه بره، یورتمه بره دیگه. عذرخواهی میکنم، الان این یورتمه اسب وحشی و تاخت و اینا رو با قدرت خانی؟ چیه؟ مگه مشکلیه؟ تا حالا دای قدرت رو هیچ وقت از این منظر نگاه نکرده بودم. اسب، رها، یا آخه با اون سیبیلاش زیاد نمیخوره. اسب، رها، با اون سیبیلا، مرده، مرده دیگه. بله، مرده. مثل جوانای امروز نیست که. مگه جوانای امروز چشونه؟ چشونه؟ نمیدونی؟ نه شما میدونی؟ نه منم نمیدونم. اصلا جوانای امروزی رو ولشون کن عمو هوشنگ. شما با دای قدرت صحبت میکنی یا نه؟ فقط اینو بدون که اگه بابا جلالم اینجا بود حتما باش صحبت میکنی. بله بله. فکر میکنی بابات کم باش صحبت کرده؟ صحبت کرده دیگه. پس چی؟ یادش بخیر. یه بار به یه ضرب و زور میخواست خودشو بندازه تو تله و زن بگیره، اما تیرش به سنگ خورد. از اون به بعد الان هر وقت تله رو تو سفرسخی هم میبینه ازش در میره. در میره دیگه. قدرت تو جوانی یکی رو تو محلش رو میخواسته به اسم لیلا. مادرش و ناهید خانم خدا بیامرز رو میفرسته جلو. سلام آبجی. سلام قدرت خان. خوبت شما؟ سلام همه شما خانم والده خوبه؟ خیلی سلام میرسونن الحمدلله دعاگوتونی. عبدی عبدی با اجازتون خب برم. اوه استا کردی نوکرتی. خانواده دختره تو شیش و بش بودن که یه پسر جیگولو از بالای شهر بیاد خواستگاری دختره. انگار تو دانشگاهی جایی لیلا رو دیده بوده. وضع پسره خیلی خوب بوده. بابای دخترم دختره رو میده به پسر مایه‌دار جیگولو. پنداری خود لیلا دلش با قدرت بوده، یعنی به ناهید خانم گفته بوده که قدرت رو میخواد، اما باباش مجبورش کرده زن پسر پول داره بشه. خلاصه سرتون رو درد نیارم. لیلا رفت تو زندگی اون یارو، قدرت خورد تو دیوار، به قول شماها شکست عشقی خورد. انگار اینجوری میشه که لیلا شوهر کنه و قدرت دیگه زن گرفتن رو ببوسه بذاره کنار. زن نگرفت. چه تراژدی سوزناکی. بیچاره قدرت خان. اصلا اسمشونو به جا قدرت خان باید میذاشتید سلمان خان با این وضعیه. برای همین میگم که قدرت زندگیر نیست. نیست دیگه. الهی بمیرم برای دایی قدرتم. اصلا راست میگن حلال زاده به دایش میره ها. این قضیه اصلا انگار تو ژن و رگ و ریشه ما هست. رنا چی داری میگی؟ آها نه اون چند وقت که من غم فراق کشیدم اون میگم یادتون نیست از اون جهت میگم. آها اگه از اون نظر میگی ایرادی نداره، ولی هوشنگ خانم من هنوزم سر حرفم هستم. ما میتونیم شانسمون رو امتحان کنیم تا یه راه حلی پیدا کنیم برای این قضیه.
شانس من هم امتحان کنیم. امتحان کنید. حالا بذار ما قدرت خان و سر و سامون بدیم. برای شما هم یه شانسی امتحان میکنیم. خوبه؟ خوبه. خوبه دیگه. کمکمون میکنی؟ آره. دستتون. میگم عمه جون بد نیست شما هم یه دستی به کار برسونید و خسته نشی. اصلا فرناز جون این کارا نمیتونه بکنه. چرا؟ دستش به خاک حساسیت داره دیگه. حالا خوبه وقتی بچه بود من یادم همش دنبال تیله تو جوبا میگشتش. نه خیره اصلا بحث خاک نیست عزیزم، من با نفس یه سری کارا مشکل دارم متوجه ای؟ میشه اجازه بگی ما هم بفهمیم؟ به نظر من اینجور کارا خیلی بیهوده است. آدمای موفق، زنهای موفق برای کارهای خیلی مهمتری وقت میذارن. ایشون هم که موفق سبزی هم نمیخوره. میگم مریم جون حالا دیگه اصلا چیزی نمونده که یه ذره مونده. دستتو کثیف نکنم جون که تو بخوره. وای تپه سبزی ریخته جلو ما موشان. خب بذار اونم دستشو کثیف کنه. خیلی خوب دیگه مهسا جون شما هم زحمت نکش. من بقیه‌اشو خودم کلش اصلا پاک میکنم. اصلا موضوع اصلی یادتون رفت. موضوع اصلی ازدواج دایی قدرت منه. خودتون میدونین دیگه دایی قدرت هم خیلی تنهاست، خیلی دلم براش میسوزه. آخه خیلی گوگولیه. گوگولیه؟ دایی قدرت تو گوگولیه؟ شما اصلا تعریف گوگولی رو میدونید چیه؟ خب یه نگاه به ریخت و روزش بکن بفهمی. مرد باید زنم داشته باشه که داره. خب البته ببین دیدگاه ها هم با هم فرق میکنه ها، هر کسی همچین استایلی رو نمیپسنده. وا خب عمه جون دایی من یه خورده چهرش خشن هست ولی دلش مثل یه دونه گنجشکی. عزیزم در این مورد من با تو موافقم. آقا قدرت مرد بسیار خوبیه، خیلی خوش قلبه. آره ولی خب تا خودش نخواد که نمیتونه ازدواج بکنه که. خب شاید دلش میخواد روش نمیشه. خب میگم خوبه خودمون دست به عمل بذاریم، بذاریمش تو عمل انجام شده. یعنی خودمون واسه زن پیدا کنیم؟ نه من فهمیدم چی گفت. یعنی اینکه یک جوری فضا رو براش مهیا بکنیم تا بتونه انتخاب بکنه. آره. آفرین. آره. یه دونه ای. میگم خب بعدش چیکار کنیم؟ خب بعدش دیگه بستگی به عرضه خودش داره دیگه، ما چیکار میتونیم بکنیم دیگه. ای بابا خودش باید انتخاب بکنه. ولی ما صحنه سازی میکنیم، بعد این دو تا با هم برخورد میکنن، دیگه قدرت خودش انتخاب میکنه. حالا شما تلاش خودتون رو بکنید، اگه نشد من یه مورد مناسب سراغ دارم. من خودم هم خیلی مورد مناسبی سراغ دارم، اصلا خیلی به آقا قدرت میخوره. اجازه بدین دختر دمه بر خیلی زیاده، من خودم یه نفر رو میشناسم به آقا قدرت هم خیلی میخوره، مناسبه ایشونه. ولی من یه دوستی دارم که انگ آقا قدرته. یعنی انگ آقا قدرت خیلی بسیار مناسب هست برای آقا قدرت. خدا شکر که موردا زیاد شدن و آره. ولی من میگم چون مریم جون بزرگتره احترامش واجبه دیگه، اول مورد مریم جون. آفرین بله اول مورد من همون شد. حقتون اجحاف نشه دیگه، خراب نکن. دست درد نکنه عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید گل خانم. عزیزم عروسم رعنا جون چقدر خوشگله. خیلی من نمیخوام. گلی واقعا خوشحالم کردی، واقعا خوشحالم کردی، اصلا باورم نمیشه بعد از این همه وقت دیدمت. عزیزم خیلی قربونت برم، فقط ببخشید تو رو خدا من از شرکت دارم میام، نرسیدم لباسامو عوض کنم، دست خالی هم اومدم. خوشی اولا که خیلی خیلی خوش تیپی، خوش رنگی، بعدش هم واقعا اصلا این حرفا چه خوش اومدی بابا. من خودم میدونم کادوی خونت هم محفوظه. شما خودت کادوی عزیز جان جونت بی بلا. ببخشید ایشون نجیبه مهسا. یعنی بله ما بهش میگیم مهسا تو خانواده و اینکه همسر برادرم هستم خیلی هم شوخن علکی. فقط یکم برام عجیبه، خانم آقا شهاب مگه اسمشون سوگل نبود یا من اشتباه میکنم؟ چرا دیگه؟ نه اصلا اشتباه نمیکنین. ببینین قبل از ایشون یه همسر داشتن اسمش سوگل جون بود، قبل از سوگل جون میترا جون بود. قبل از میترا جون نه، به قول شهاب حسینی میگن که یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه. بله. آخه ببینین عزیزان دقت کنید، واقعا آدم حسابی تو این دور زمانه خیلی کم پیدا میشه. آره دیگه نمیشه به هر کسی اعتماد کنی گلی جون. ببین اگه میخوای پایان تلخ نباشه از من به تو نصیحت، خیلی مراقبت کن حسابی. ببین راست میگن واقعا. بله چیزی که زیاد شوهر. آره
ولی شوهر خوب کی میاد؟ فکر کنم شوهر شما خیلی بد خوب باشه نه؟ خب ببین عزیزم، اشکان من یه خورده متفاوته. خیلی برای من از زندگیم راضیم. حالا آقا اشکان که جای خودش، ولی برای مثال میگم و همین جای قدرت من. خب بابا جهلم همیشه میگه من اگه خواهر داشتم حتما برای قدرت میگرفتمش. الان اصلا تعجب نداره، آخه واقعا آقا قدرت آدم حسابی، اصلا خیلی چشپاک، دلپاک، اصلا گشاده رو. و اینکه واقعا ببین، خب اصلا هر زنی از خداشه که یه همچین مردی کنارش باشه، یه همچین شوهری داشته باشه دیگه. خدا حفظشون کنه. اتفاقا مریم جون خیلی تعریف آقا قدرت رو کردن، منم خیلی مشتاق دیدارشون هستم. آفرین. یه دونه ایگولی خانم، ولی با اجازتون ما یه نقشه ای داریم برای دیدارتون. آره نقشه؟ عزیزم من بهت میگم یه نقشه حسابی. امین. بله. میگن تو این منطقه کراکودول داره گوسفندا رو میدره. میگن تو این منطقه کراکودول داره گوسفندا رو میدره. شما رفتی؟ منم شما نگاه کردم. به ناگهان رود سفر چون نبینم از ای لب خندی از ای ظرف تخمه گذاشته جلو خود بکشه ممنون خل بیا حالا بیا اونم برا نمیست دادم یانتی نترس بابا.